خب روزنامه فرهیختگان مطلبی رو منتشر کردن، دومین روز پهلوی ستیزی مفرطی رو پیشه کرده. نگاه کنید، پهلوی شریک صدام بود، بازخوانی بزرگترین خیانت تاریخ ایران در آستانه جنگ تحمیلی. اول من بایستی اشاره کنم که جمهوری اسلامی از جمله نظام‌های سیاسی است و از جمله کشورهای دنیاست که برخلاف همه جای جهان که پایان جنگ رو جشن میگیرند، اینها آغاز جنگ رو جشن میگیرند. آغاز هفته دفاع مقدس به تعبیر خودشون، پایان جنگ براشون شرمه، جام زهر بوده، زیر لحاف رسوایی میخوان نگه دارن. شما همینجا میتونید دریابید که چه تفاوتی بین حکومتگران و ملت ایران وجود داره، چه تفاوت عظیمی بین حکومت جمهوری اسلامی و دیگر حکومت ها وجود داره. همه جای دنیا همون گونه که اشاره کردم پایان جنگ رو جشن میگیرن، شادمانی میکنن، آغاز صبح رو گرامی میدارن. فقط جمهوری اسلامی است که آغاز جنگ رو گرامی میداره. این یک بوده قضیه. پس اینا خودشون ضد ایرانی هن، جنگ افروزن و جنگ طلبن. حالا چی شده که بس برگشت گفت پهلوی شریک صدام بود؟ خب عکس مرحوم بختیارم نشون داده بود. من نکته رو که از متن و بطن این گزارش فرهیختگان دریافتم این بوده که خب دیروزم که برنامه دیشبم اشاره کردم، همین روز نامه دانشگاه آزاد و علی اکبر ولایتی ها گفته بودن که به جای بازگشت پهلوی میراث کوروش بازگشت، که تحلیلم رو ارائه کردم که چقدر متمرکزن بر شاهزاده رضا پهلوی و اساسا مکتب مدیریتی و متد حکمرانی پهلوی است که لرزه بر اندام چند گروه موجود در ایران میاندازد، چه چپ باشد چه مذهب. به تعبیر شاعر بزرگ، که چپ و مذهب گره خوردند و شیخان شبانه جای شاهان رو گرفتند، طبیعی که چپ و مذهب بیشتر به هراسند. در هر روی پهلوی شریک صدام بود. چرا اینو گفتن؟ اینها آگاهی دارند از دیدگاه های ملی گرایانه شاهزاده رضا پهلوی، از جمله نیروهای سیاسی برون مرز که قد و قامت و به تعبیر قابلیتی بالاتر از سایر رهبران و کنشگران سیاسی داره، شاهزاده رضا پهلوی است و تمام اهدافش، یکی از پیششرط های تعیین شدهش، باور به یک پارچگی سرزمینی ایران است. از این منظر سعی میکنن برای تخریب شاهزاده رضا پهلوی این رو منتسب به صدام بکنن که مثلا بار همنشینی رجوی ها رو مترتب رضا پهلوی هم بکنن. نمیدونن که بر آفتاب و بر آینه لکه نمیافته. پهلویزم معادل ایرانگراییه. پهلویزم، شاهزاده رضا پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، رضا شاه کبیر، بخواهیم و یا نخواهیم، خوشمان بیاید نیاید، منادیان ایران مدرن و ایران آباد هستند که ایران رو در عالم در شکل نوظهوری برندیزه و در واقع پدیدار کردند و جلوه آفریدند. بدین روی بر پهلوی لکه همسویی با صدام نمی چسبد. همان شاهزاده ای که جوانی بود خلبان، نامه تقاضای مشارکت برای خلبانی کرد، خواست در جنگ حضور بیابه، حتی کنار فرماندهان جمهوری اسلامی برای سرکوب دشمن و صدام. پس این لکه به دامن پهلوی نمی چسبد.